سلام و صد سلام خدمت دوستان موشکاف و موشکافی. صداها رو شنیدین؟ ها؟ آره، صدای یه سری از کارگزارای نظامو که این روزا زمزمه رو کنار گذاشتن و بلند بلند به اوزی میگن یالا 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 پشو بریم مذاکره، اونم با کی؟ با شیطان بزرگ. با با بای بای بای، واقعا زبونشون دراز شده ها. متاسفانه ما فقط یاد گرفتیم دشمنی کنیم، در حالی که باید بپذیریم آمریکا هژمونی برتر دنیاست. ما چه دوست داشته باشیم و چه نداشته باشیم، این یک حقیقت است و از عدم تعامل ایران با قدرت‌های هژمون دیگران سود می‌برند. ما باید بپذیریم که دنیا با نوع نگاه ما مشکل دارد. ما باید نوع نگاهمان به دنیا را با توجه به وضعیت بین‌المللی تغییر دهیم و تا زمانی که نوع نگاهمان تغییر نکند، این مشکلات همچنان وجود خواهد داشت. یکیو عجب زبون درازی، کجاست خمینی که یه خفه بگه و همه رو ساکت کنه؟ این عظما که دیگه پشمی به کلاش نمونده، صاف صاف به عظما میگن نگاهتو عوض کن و بیا در خطر تنزل بی پایان. خبرنگار، آیا ایران باید وارد مذاکره مجدد با آمریکا در رابطه با موضوع برجام میشد؟ علی ماجدی: به نظر من مشکلی نداشت که ما وارد مذاکره شویم. ما همیشه نشان داده‌ایم که وقتی دچار اجبار میشویم مذاکره میکنیم. چرا باید این گونه باشد؟ ما حتی نتوانستیم طی این مدت اعتماد اروپایی‌ها را جلب کنیم. اروپایی‌ها با ما کار میکنند ولی به ما اعتمادی ندارند. در مقطعی که ترامپ بر روی کار آمد، خیلی ها می گفتند که ایران نباید خود را برابر آمریکا قرار دهد. ولی کسانی که ایران را به این سمت بردند، بر اساس یک تفکر اشتباه، فکر می کردند که این به نفع کشور است. اینو باش، تا دو ماه پیش مثلا سفیر نظام بوده تو آلمانا. عجب ریزشی. بله، وقتی زورش زور باشه اینطوری میشه که ریزشی ها میگن تفکر نظام اساسا اشتباه بوده. بگی منو. در حالی که واشنگتن برای مهار روسیه، چین، هند و بازی های منطقه‌ای و مسائل مربوط به انرژی به نظام نیاز دارد، به دلیل اختلافات موجود سراغ آنها و سایر کشورها می رود و آنها نیز عمدتاً یا توان ایستادگی در برابر آمریکا را ندارند یا بر سر ایران با آمریکا مصالحه و معامله می کنند، در حالی که نظام می تواند در رابطه با موضوعات مبتلا به با این کشور یعنی آمریکا وارد مذاکره و معامله شود. نه تنها اروپا و روسیه و چین و هند توان ایستادگی در برابر آمریکا را ندارند، بلکه همه این کشورها در موارد متعددی به میزان متفاوت مواضع یکسانی در برابر نظام دارند و دوستان منطقه‌ای و جهانی ما در کمترین تعداد و سطح قرار دارند. بله دوستان، بنازم به اون قیام آفرینان و به اون براندازان و به اون کانونای شورشی که نظامو به این روز انداختن که ریزشیاش اینطوری حرف میزنن و اینطور رو در روی امید درمانی اوزی و شیخبری صاف صاف میگن چه تو منطقه و چه تو کل جهان دوستانی نداریم، منزوی هستیم. نکنه فکر کردی همه خاطر خاتونن ها؟ حالا ببینین تو پیشروی سری این براندازا و شورشی ها کار نظام به کجا خواهند کشید. و بله، عزت زیاد. موشکاف.